در زمان تمرین خب امکان خطای اپراتور زیاده، بازتاب میدان ها هم ضعیفن، ولی در صحنه اصلی کار نه. خب این آموزش ها برای اینکه در صحنه اصلی کار بهترین کیفیت رو به دست بیارید. خب اینا اصول پایه‌ای داره، خود نرم افزار و خود مدار اصلی که اطلاعات یا داده ها رو به نرم افزار میده. خب اینا بعد رعایت شه. زمان تمرین خب گفتیم این خیلی موارد امکان داره براتون پدید بیاد، ادای ویدیوهای متفاوت برای هدفتون بیاد، شما ترشولد پایین دادید با دیوی بالا بیاد، یا بیاد عدد متضاد بیاد اصلا. اینا ایرادی زمان تمرین نیست، ولی صحنه اصلی کار باید همه اصول به طور کامل و جامع پیاده شه تا پاسخ‌ها و واکنش‌های دقیق رو بگیری. حالا اینجا ویدیو 55 ترشولد 45 بوده. از روش G4H1 میریم تغییرات داخلیش هم میگیم. برای صحنه اصلی کار همه روش ها باید پیاده شه. در زمان تمرین یکی دو روش جوابم بده درسته، ایرادی نداره، هیچ مشکل نیست، ولی در صحنه اصلی کار همه روش ها باید پاسخ دقیق و صحیح و درست بده. اگه یه تفاوت کوچیکی داشت دیگه اپراتور اختیاری باید دست بزنه. خب میریم سراغ G4H1، یکی از روش های اولیه که عمومیشو میریم. اوتورانو میزنیم، آره، یک G4. با این نوع تصاویر زیاد برخورد میکنید، اینا ایرادی برش، اینا تغییرات میدان ها هستن. در زمان تمرین هم امکان داره زیاد براتون بیاد. تو صحنه اصلی کار تغییراتی از سفتی ها و سختی هاست. گفتیم رادار حتی رو به هوا هم که بگیرید بهتون یه سری اطلاعات میده، ولی اون میدان هایی که رو به هوا هستن براش مشهوله، چون در آسمان هم فرکانس های بسیار پایین وجود داره که خب سیستم رادار هر جا دیدش باشه میگیره، این نسبت به زمین این دید رو میگیره، جایی که سیستم رو برای تصویربرداری قرار دادید و دید سیستمه. خب اینجا اوتوران زدیم، آره، یک G4. H1 رو یه بار میزنیم، خب تیک تیپش نمیاد، اگه اومده بود دیگه بار دوم نمیزدیم، یه بار دیگه میزنیم تیک تیپاش میاد. PS100 رو میزنیم، اینجا میتونیم CL و CM کنیم. همون موقعی هم که G4 رو زدیم میتونستیم CL و CM کنیم که PS100 رو زدیم. منظور برای اینه که CL به CM سر جای خودش باشه خیلی بهتره. این موارد گفته میشه که بتونید در زمانی که دارید عملیات انجام میدید تفاوت ها رو هم بگیرید. در زمانی که ما اومدیم موتوران آره یک رو زدیم، G4 PS100، باید CL و CM میکردیم، نکردیم، رفتیم H1 رو زدیم، PS100 رو زدیم، اومدیم CL و CM کردیم. این کار هم میتونید بکنید، ولی تو روش خودش باشه درست تره در جایگاه خودش. بعد میایم ویدیوهای قبل تصویرگیری رو انتخاب میکنیم، 55 بوده، بعد PS100 رو میزنیم، تغییرات در صفحه ایجاد میشه. در اینجا ما خب باید دیوی 80 یا 95 رو مد نظر قرار بدیم، بنابر ترشولد 45 رو دیوی 80 رو میدیم. این روش G1 G2 G3 G4ش همه یه شکل میاد و همه این موضوعات عدد ویدیوهای قبل تصویرگیری 55 بوده تو هر چهار روش در یه جا میاد. در صحنه اصلی کار خب بهتره به همین حالت باشه. در زمان تمرین میتونه لکه رنگا جابجا شه، ایرادی نیست، اون زمان تمرینه، این صحنه اصلی کاره. تفاوت اینها در سیگنال های ضعیف و قوی در همینه دیگه، اینجا متوجه میشید که این سیگنالش قویه. اگه در صحنه اصلی کارم اینو جابجا میشد باز میرفت تو حالت اختیاری یا مواردی این چنین، ولی در G1 G2 G3 G4 این تصویری که دارید میبینید برای صحنه اصلی کار همشون در یک جا شکل و ترکیب واضح و کاملی داشتن، یه شکل بودن. خب این صحنه اصلی کاره، خب بازتاب برگشت میدان های یه شکله. حالا ما میخوام ببینیم این میدان های ترکیبی هم منابع دیگه است یا خود هدف اصلی است که از روش های گوناگون بهره میبریم، چون زمین های متفاوت، جای متفاوت میتونن لک رنگ های هم شکل بدن، هم نوع بدن، اصلا کپی هم بدن، عین هم بدن. خب این ایرادی نیست، این بازتاب برگشت میدان هاست، چه در زمان تمرین چه در صحنه اصلی کار این اتفاق میفته. خب این چیز خاصی نیست، این فیلتر آنالیزه که تفاوت ها رو در ترکیب ها مشخص میکنه. گفتیم حتی امکان داره شما دو تصویر همشکل داشته باشید، تصویر اولیه حالتش همشکل باشه ولی در نهایت تصویر فیلتر آنالیزشون یکی نباشه، شاید هم یکی باشه. خب اونجا دیگه باستاب میدان ها برابر یکی و یکسان بوده، جواب میداده. البته در زمان تمرین میتونه تغییرات عدد ویدیو هم داشته باشید وقتی ایجاد تصویر گیری میکنید، اینم ایرادی نیست، اون تمرین سیگنال ضعیف فشار میدانی که به اون هدف مورد نظر نمونتون وارد کردید میتونه دچار تغییراتش بکنه، ولی اینجا اهدافیه که عمری ازشون گذشته و میدانهاشون قویه و به این سادگی خودشون جریان
بازتاب میدانشون رو از دست نمیدن. این همه تفاوت زمانهای تمرین با صحنه اصلی کاری که اصلا نیازی نیست شما همین برنامه و آموزش ها رو ببینید، کامل میتونید در صحنه اصلی کار ایرادای کارتون رو درارید یا ببینید خطا کردید، اپراتور خطا کنه، خب خطا شده، خطا هم که نکنه درست بگیره، درست جواب میگیره، حالا اصلا تنظیمات به اشتباه بزنه یا روش ها رو به ایراد پیاده کنه یا مرکز هدف رو درست نگیره. این موارد که بیان میشه برای اینکه دقتتون رو بالا ببرید در صحنه اصلی کار. خب تا اینجا ما روش جی 4 اچ 1 رفتیم، موتوران زدیم، آر 1 جی 4 رو میزنیم، پی 100 سی ال و سی ام میکنیم، اچ 1 رو میدیم، تیک تیپ ویدی پی 100 رو میدیم، تیک تیپ ویدی قبل از تصویرگیری رو میدیم. دیگه در این قسمت ما گرفتیم در حالت عمومی این وضعیت رو که داره، خب این تا اینجا داره و یه بار دیگه اصلا این از اول میریم، از اول برنامه رو باز میکنیم و از همین روش میریم که راحت تر باشه. خب ویدیو 55 تیرشد 45 بده روش جی 4 اچ 1 رو میریم، اوتوران آره 1 جی 4 پی 100 سی ال و سی ام میکنیم، اچ 1 رو دوبار میزنیم، تیک تیپ پیش بیاد، دفعه اول نیمد، پی 100 میریم سراغ تیک تیپ ویدیوی قبل از تصویرگیری 55 روشنش میکنیم، پی 100 دیوی 80 یا 95 بعد پاسخ بده، در این تصویر دیوی 80 پاسخ میده. خب ما لکه رنگ ها رو در اینجا میگیریم، 55 55. خب تا اینجا همون روش بود با اون توضیحاتی که دادیم، اینجا خیلی ساده و روون و پشت سر هم گفتیم که روش دستتون بیاد کار رو بتونید بگیرید که تفاوت ها و مسائل و موضوعاتش مد نظرتون باشه که سریعتر انجام شه. خب تغییرات داخل این روش برای صحنه اصلی کار، همه موضوعات برای صحنه اصلی کاری که ما دو قلو گرفتیم اینجوری گرفتیم، حالا یکیش رفته گوشه اشکال نداره، حداقل تو وسطه، اینم پیوستگی داره، این پیوستگی خودش مسئله سازه برای صحنه اصلی کار چون این جدا نیست، ولی حالا میگیم به صورت عملیاتی که انجام شده اختیاری اپراتور میتونه دست بزنه چون این نزدیک به مرکزه، چون تو یکی از روش ها این جدا میشه وقتی که ویدیوهای قبل از تصویرگیری رو حذف میکنیم یا هاتراکش رو بندیم، بستگی به اون روشش داره که چه تغییرات داخلی داره. الان در اینجا ما چون روش عمومی یا اولیه عمومی جی 4 اچ 1 رو به کار بردیم، از پول تاب استفاده نکردیم برای گرفتن ویدیوهای قبل از تصویرگیری در صحنه اصلی کار، خب اینجا مطلب برای اینه که میتونیم بریم هاتراک رو حذف کنیم ببینیم این 50 50 برای صحنه اصلی کار میمونه، زمان تمرین امکان داره بره، سیگنالش ضعیفه دیگه، تفاوت ها همینه، 55 55 55. اگه حتی شما هاتراک رو برمی‌داشتی یه لکه رنگ میموند، بازم قابلیت داشت که بگیم فقط تو این یه روش این اتفاق افتاده، که خب اینجا نیفتاد. البته در همه روش ها باید دو قلوب 55 بده. این سیگنال ضعیف بودن زمان تمرین که میگن این حذف میشه، خب به خاطر اینکه اینجا متوجه میشیم سیگنال هدف تو صحنه اصلی کار ضعیف نی، قویه، با هاتراک هم نرفت، مربوط به هدف اصلیه، مربوط به منابع ترکیبی و میدان های ترکیبی نیست. این تغییرات داخلی برای صحنه اصلی کار دلیلش همینه. حالا شما زمان تمرین امکان داره هاتراک رو بزنید بره لکه رنگتون، خب اون ایرادی برش نیست، سیگنال ضعیفه، ولی اینجا گوشه ها که میبینید مثل زمان تمرین، زمان تمرین میتونه گوشه بره ولی صحنه اصلی کار یه دونه حداقل بعد اینجا باشه. خب این ترکیب تشخیص روش جی 4 اچ 1 با همه توضیحاتش بود که میتونید ازش بهره ببرید. البته این روش جی 4 اچ 1 اولیه عمومیش بود، تو روش خاص ها پول تاب هم میتونید انتخاب کنید که اینجا نیازی نبود، به صورت عام خودش این رو آشکار کرد. البته شما میتونید پول تبا اینجا انتخاب کنید، موردی نداره، پی 100 رو بزنید اینا با سر جای خودشون میمونن، فقط منابع شبیه پول تب ها یا لحل هر دسته هر چیزی از سنگان کانیان کربن و کلسیوم من اینجا آشکار میشه، ولی 50 50 تغییر نمیکنه برای صحنه اصلی کار. خب زمان تمرین امکان داره تغییرات داشته باشه. پاتیک تیپ پول تاب اینجا نیازی نیست، فقط برای تست مجددش میتونیم بزنیم ببینیم این عدد برای صحنه اصلی کار تغییر میکنه. تغییر نکرد، وقتی برای صحنه اصلی کار تغییر نکرد یعنی هدف تا حدودی در این روش قابل تاییده. اینا رو بعد یاد بگیرید ببینید تا بتونید تو هر صحنه اصلی کاری تو روش‌های گوناگون بهره ببرید از کار اصلی فیلتر و آنالیز برای موفقیت، به شرطی که خطا نکرده باشید در صحنه اصلی کار. این صحنه اصلی کار با زمان تمرین اشتباه نگیرید، تمرین هم نیاز نیست، همین فیلم و کلیپ ها را کامل آموزش رو ببینید، همه چی رو یاد میگیرید و عامل موفقیتتون در صحنه اصلی کار افزایش میدید.